یو سلام رفقا، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. آقا تو این ویدیو میخواییم 8 تا بازی جدیدی که ایکس باکس معرفی کرد قراره به گیم پس اضافه شن رو با هم دیگه یه بررسی کوتاه بکنیم، ببینیم چه بازیایی ان، بهتون معرفیش کنم، نظر خودم بگم که به نظرم کدوم خوبن و بهتره که بازیشون کنیم. نکته مهم اینه که هر 8 تاشون روی کنسول میان، یعنی اینطوری که مثلا مخصوص کلاود باشن یا اینکه نیامده باشن تا حالا، نه، همشون روی کنسول میان، یه معرفی کوتاه داشته باشیم ازشون و تو سه تا تاریخ مختلف اضافه میشن. خب یه سری از بازی‌ها 2 سپتامبر یعنی همین امروز اومدن و یکی دو تاشون تا شب اضافه میشن که این چند تایی که میگم مال امروزن. اولین بازی کرافتوپیا، یه بازی که گیم پریویوش اومده روی کنسول، یه بازی تو سبک اینکه ما توی دنیای جهان‌بازی میتونیم فعالیت کنیم و حالا یه سری چیزا جمع کنیم، هم از اسمش معلومه کرافتوپیا، یه چیزایی که باید بسازیم و کلا یه ماجراجوی ادونچر باحالی میتونیم داشته باشیم. اما من بازی نبود که خوشم بیاد بخوام بازیش کنم، شما حتما برید تستش کنید. بازی بعدی یه نسخه از فاینال فانتزی که خب طرفدارای خودشو داره، اصلا نیاز نیستش که من توضیحش بدم و بگم خوبه یا بد، هر کسی که از سری بازی فاینال فانتزی خوشش میاد خب این نسخه‌ش هم قرار اضافه بشه و میتونید بازیش کنید. بازی بعدی بازی ساینز آف سجرنر، فکر میکنم اسمش هم رفتم کلی تحقیق کردم درستش رو بگم، یه بازی تو سبک بازی کارتیه که من رفتم تریلر و گیم پلیشو دیدم خوشم اومد، من بازی کارتی خیلی خوشم میاد ولی احتمالاً این بازی رو من پلی بدم. یه بازی بود که یه حالتی که هی توی این مپی حرکت میکنیم، با آدمای مختلفی برخورد میکنیم و بعد حالا با کارت‌ها یه سری کارهای خاص کنیم که دقیق نمیدونم، ولی من اصلا دوست دارم پلیش کنم و تستش کنم. بازی بعدی یه بازی فوق‌العاده فان سرجن سیمولیتر 2 که مثلا عمل جراحی قرار انجام بدیم و پدر مریضا رو در بیاریم، خیلی فان بود، من گیم پلیش دیدم، احتمالاً 90% خودم بازیش میکنم و اگرم دوست داشته باشید گیم پلیش رو میذارم تو چنل که شما هم ببینید، به نظرم خیلی فان و خیلی خنده داره. خب این بازی که گفتم برای 2 سپتامبر بودم یعنی امروز. بازی بعدی یه دونه بازی است برای 7 سپتامبر به اسم کرانتری که یه بازی تاپ داون حالت پیکسلی فکر کنم گرافیکش، من خیلی خوشم نیومد ازش، مثلا میتونم بگم تو سبک بازی چیلدرن آف مورتا ایرانیه که ایرانی‌ها ساختن ولی تو گیم پس هم هست، توی اون سبک اکشن ادونچر و از تاپ داون و حالا اون حالت دوربینو داره و اگه دوستش دارید میتونید بازی کنید. چند تا بازی دیگه میمونه مال 9 سپتامبر، زبونم بند اومد. بریسیج یکیش که یه بازیه که شما توی فضای توی خلایید و یک شانس دارید برای زنده موندن، تنهایید و باید یه جوری زنده بمونید. کسایی که به بازی کلن این نجوم و این چیز علاقه دارن بازی قشنگی میتونه براشون باشه، من خیلی جذبش نشدم ولی خب گرافیکیناش خوب بود، یعنی اگر اینجور بازی رو دوست دارید حتما اینو امتحانش کنید. بازی بعدی بازی نکلرترانه اگه اشتباه نکنم، مثل کرانتری که بالاه و حالت فایت با مزه‌ای داره، فایت سریعی داره و پیکسلی هم هست، اگر باز میگم از اونجور بازی دوست دارید اینم یه نمونهشه که میتونید بازی کنید. و بازی بعدی آرتفول اسکیپ که من خیلی دوستش داشتم به دو دلیل، با اینکه هیچ گیم پلی خاصی هم ازش نتونستم پیدا کنم، تریلراشو خیلی دوست داشتم، حتما هم بازیش میکنم وقتی بیاد، یکی به خاطر این گرافیک خیلی خوشگلش که من خیلی گرافیکای این شکلی رو دوست دارم و این فوق‌العاده بود، و مورد دوم از همه مهمتر این که این بازی موزیکاله، یعنی یه بازی که 100% به موزیک ربط داره و 100% هم به گیتار الکترونیک رب داره که خیلی صداش دوست دارم، خیلی خفن بود تریلرها ایناش، من کلی خوش آمد. اگر شما هم به بازی‌های موزیکی و این شکلی علاقه دارید حتما این بازی رو انجام بدید، من که 100% اینو پلیش میدم. همین دیگه، این 8 تا بازی بود که قرار بگه این پس اضافه شه. راستی اگر منو ساب و لایک نکردید حتما ساب و لایک رو بزنید، زنگوله بغلش رو روشن کنید، من کلی ویدیو در مورد ایکس باکس و بازی گیم پس و این چیزا میذارم و در آینده قرار ریاکت و گیم پلی هم اضافه شه، حتما منو ساب کنید. ساب گفتم، ساب کنید.